خانم رشیدی، خبرنگار محترم خبر رادیو و رسانه بعدی خبرگزاری دانشجو. جناب آقای لطفی، خبرنگار محترم خبرگزاری دانشجو، رسانه بعدی خبرگزاری ایلنا. سلام جناب دکتر، اینجا حسن نباشید. میام اخبار شنیده شده مبنی بر اومدن رئیس فیفا به ایران و دیدار با رئیس جمهور. خواستم ببینم این دیدار کی و به چه نحو و حالا چه کاری براش انجام. درخواستی مبنی بر دیدار با رئیس جمهور از سوی رئیس فیفا تا جایی که بنده اطلاع دارم واصل نشده، چنین برنامه‌ای هم در دستور کار رئیس جمهور وجود ندارد. سرکار خانم عالم‌پناه، خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا و رسانه بعدی روزنامه اطلاعات. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. آقای دکتر، این روزها شاهد اعتراضات صنفی و معیشتی در کشور هستیم و روزی نیست خبر از اعتراضات معیشتی و اقتصادی یک صنف شنیده بشه. میخواستم بدونم دولت تا به امروز چه اقداماتی رو برای رفع این مشکلات صنفی انجام داده، با توجه به اینکه خب حذف ارز تدریجی هم به گفته کارشناسان ممکنه یک سری مشکلاتی رو در کشور در حوزه معیشت حالا تا اجرایی بشه در بیاره، دولت برای عدم شکل این اعتراض رو چه تدابیری اندیشیده؟ بله، همون گونه که اشاره کردید، شرایطی که دولت 13 بر روی کار آمد و به نوعی اداره امور تحویل دولت 13 شد، شرایط نابسامان اقتصادی و اعتراضات مختلف صنفی است که شما هم بهش اشاره کردید. بعضن به خاطر، غالبا به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از سوء تدبیرها و سوء مدیریتها و بعضن هم به خاطر وعده های نادرست و نگاه های بخشی که در برخی از حوزه ها نسبت به مسائل مطرح شده بوده، طبیعتاً مدیریت این حجم از وعده ها، انتظارات و مشکلات همونگونی که پیش از این اشاره شده نیازمند صرف زمان مناسب و برنامه ریزی و طراحی مناسب برای اصلاحات زیرساختی و بنیادی در حوزه اقتصاد است. یکی از دلایلی هم که در حوزه اجرای قانون بودجه 1400 مبنی بر اصلاح نظام پرداخت یارانه ها استمهالی رو سعی کرد دولت داشته باشه برای اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، همین مسئله تدبیر آثار و نتایج حاصل از این تغییر و اصلاح ضروری اقتصادی بود که با نظر مشترک مجلس و دولت هر دو بر این اتفاق دارن که باید آثار منفی بر روی زندگی، عرض بکنم، مردم عادی، اون طبقه های متوسط به پایین جامعه نداشته باشه و حتما جبران بشه. به همین دلیل هم پیشبینی هایی در دولت صورت گرفته بود، الان هم در کمیسیون تلفیق و در مجلس در مقام در حال بررسی گزینه های مختلف و روش های مختلف برای جبران آثار ناشی از این حل این مشکل اقتصادی هستند. من باز هم یادآوری و اشاره میکنم این توزیع ارز ترجیحی یکی از عاملهای اصلی تورمی است که امروز شاهدش هستیم، همین اعتراضاتی که امروز شاهدش هستیم یکی از عاملهای اقتصادی اصلی ایجاد کنندش همین نحوه توزیع ارز ترجیحی و نحوه اختصاص یارانه مردم بوده که هم از سوی کارشناسان مجلس در مقام بررسی بودجه 1400 مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و منجر به تصویب قانون بودجه 1400 شده بود که سقفی رو مقرر کرده بود تا به تدریج این اصلاح بشه این رویه، و هم دولت هم بر این ایرادات صحه میگذاره. آنچه مهم هست برنامه‌ریزی برای شیوه حل این مشکل است که با توجه به شرایط موجود یه مقداری باید با تدبیر و دقت نظر صورت بگیرن. جناب آقای